بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من امه خاتم النبيين وامرنا بولايه امير المؤمنين يعسوب الدين قائد الغر المحجلين اسد الله الغالب علي ابن ابي طالب. از کنار تل زینبیه و مرقد با صفا و نورانی آقا سید الشهدا و قمر بنی هاشم خدمت تک تک شما عزیزان و بزرگواران بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام عرض ادب و سلام دارم و امیدوارم اوقاتتون به خیر باشه و انشالله امشب هم برنامه ما رو پیگیری بفرمایید. لحظاتی جناب استاد قلیان هم خودشون رو خلاصه عرض ادبی داشته باشن با شما و بعد بریم سراغ حرم و انشالله برگردیم. بفرمایید جناب قلیان. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام، عرض ادب و عرض احترام دارم خدمت یکایک عزیزان بیننده‌ای که در سر تا سر عالم با چشمهاشون و دلهاشون این برنامه رو دنبال میکنن. امید دارم که خدای متعال بهترین بهره ها رو از این ارادت ورزی شما به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام به شما عنایت بفرم. با کمال تشکر. خب عزیزان، ما مثل شبهای دیگه میریم لحظاتی و قلبمون رو به پنجره پولاد و به قول معروف ذریح آقا سید الشهدا گره میزنیم، عرض ادبی میکنیم و برمیگردیم استودیو. با ما همراه باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. آقای ما، مولای ما، شما بهتر از هر کسی میدونید که در دلهای ما چه اشتیاق و آرزویی است که ای کاش با شما می بودیم و در اون هنگامه سختی جانهای خودمون رو فدای دفع یک خطر از خطراتی که شما رو احاطه کرده بود می کردیم. اما خدا رو شکر می کنیم که این امکان برامون فراهمه. از پس سالها، بعد از گذشت 1360 و اندی سال، الان که در آستانه قدیر قرار گرفتیم با پاسداشت و بزرگداشت ایام ولایت پدر بزرگوار شما، خطر رو از دین شما و از آن چه که شما به خاطرش در این صحرا مظلومانه شهید شدید دفاع کنیم و از جمله یاران شما باشیم انشاءالله. با آب طلا نام حسین قاب کنید، با آب طلا نام حسین قاب کنید، با نام حسین یادی از آب کنید. خواهید که سر بلند و جاوید شوید، تا آخر عمر تکیه بر ارباب کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین، سلام بر حسین و حسینیان. خب بینندگان گرامی، ایام متعلق به آقا امیرالمؤمنین هست. چند شب قبل مطالبی داشتیم در رابطه با ازدواج آقا امیرالمؤمنین و بیبی دو عالم، بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها، و روزهای پیش رو، یکی از بهترین روزهایی که خود آقا امیرالمؤمنین فرمودند بهترین روز برای من اون روزی بود که پیامبر در قدیر خم من رو به مردم معرفی کرد. در این رابطه بحث جدیدی رو شروع میکنیم با جناب استاد قلیان، بحث تبلیغات هست. دانشمندان علوم فیزیک عصر موجود رو عصر اتم لقب دادن. دانشمندان مخابرات و علم مخابرات، حالا یا ارتباطات به زبان دیگر، عصر موجود رو گفتن عصر ارتباطات. یک مقدار که به قول امروزی ها پست مدرنیست های مخابراتی اومدن گفتن که عصر انفجار
ارتباطات و انفجار اطلاعات معذرت میخوام هست. دلیلش هم البته حالا خیلی واضحه، به صورت بسیار مختصر یک آماری هست که اگر در گذشته هر 300 الی 500 سال علم دو برابر میشد، الان هر 3 الی 5 سال علم دو برابر میشه. اینه که میبینید واقعا از جهتی میشه گفت درسته عصر انفجار اطلاعات هست، اما دانشمندان علوم انسانی به این عصر عصر تبلیغات لقب دادن و به عبارتی نامگذاری کردند این عصر رو به عصر تبلیغات. حالا میبینیم به طور طبیعی ماندگاری و تأثیرگذاری عصر تبلیغات و یا تبلیغات بر اون مسائل دیگه فائق آمد، همطور که میبینید بالاخره به طور حالا 15 سال معدل 20 سال مرتب ما تغییراتی داشتیم، اما در این 70 سال بحث تبلیغات رو میبینیم که حالت فزونی گرفته و روز به روز تأثیرگذاری خودش رو نشون میده و تازه این علوم جدید هم به کمک تبلیغات آمده و امروز با تبلیغات همه چیز به ما میفروشند، یعنی از اجناس گرفته تا توسعه تا بهداشت و حتی دین رو با تبلیغات به ما میفروشند. اگر یک روز معذرت میخوام، این که عرض کردم عصر تبلیغات تمام این تکنولوژی روز رو به کار گرفته، یک نمونه کوچک فقط خدمتون عرض میکنم. اگر در گذشته استعمارگران یا حداقل تجار میخواستند اجناس خودشون رو به ما غالب کنن یا به عبارتی مصرف گرایی رو در جامعه دامن بزنن، و نمونه بارزش رو میبینیم در زمان مرحوم امیر کبیر که وقتی میان و ظروف چینی به او پیشنهاد میکنند، او ظرف چینی رو پرت میکنه، ظرف خورد میشه، به اون طرف میگه این خورد شد، میگه خب معلومه چینی خورد میشه، میگه یک ظرف مسی برای من بیارید. ظرف مسی ایرانی ها اون موقع استفاده میکردن. ظرف رو پرت میکنه و میگه اما این خورد نشد، و با این وسیله و به این وسیله جواب اون فرستاده ای رو که از کشور چین اومده بوده میده. حالا با اون داستان که ادامه داره من نمیخوام وارد بحث بشم، ولی میخوام بگم اگر اون روز کافی بود یک نفر به عنوان حاکم حالا یا تاثیرگذار یا تصمیم گیرنده در یک کشور حرف اول رو بزنه، ولی امروز اینطور نیست. امروز با استفاده از ابزار ارتباط جمعی تبلیغات کار خودش رو میکنه. خب من برای اینکه خیلی اگر یک لحظه غافل میشم که جواب استاد قلیان همینجا تشریف دارم، خیلی معذرت میخوام، برای اینکه بحث به هر حال متکلم وحده من نباشم، جناب استاد قلیان سوال رو از همینجا شروع میکنیم. شما خوب میرفتید بخش اول عرض بنده داشت داره ادامه میکنه، اگر بفرمایید باشید. حالا به هر حال پس ببینیم اصلا چرا عصر امروز رو عصر تبلیغات میگن، از اینجا شروع کنیم. من چراش رو راستش نمیتونم، اگه بخوام بگم شاید مثلا خیلی چیزهای متفاوتی رو تو نظرم هست. مهم نیست که چرا میگن، مهم اینه که عصر تبلیغات شده، بعد ناچارن اون واقعیت رو دارن واقعیت میگن. پس بنابراین عصر تبلیغاته. تو تبلیغات شاید باز یکی از دلایلش اینه که شما فرمودین پدیده در واقع افزایش سطح علمی که 300 سال بود بعد شد 70 سال بعد 50 سال الان 15 سال، یا پدیده مثلا شکاف نسلها بهش میگن، یعنی فرهنگ پدرها به بچه ها هر 100 سال هر 200 سال یه دفعه جا به جا میشد، بعد از حدودای 300 سال پیش به این ور گفتن نه هر 100 سال داره جا به جا میشه. تقریبا 100 سال پیش تصمیم گرفتن بگن هر 50 سال جا به جا میشه، یعنی نسلی که 50 سال بعد میومدن متفاوت از نسل قبل بودن. الان این شکاف نسل ها تقریبا حدود 30 سال پیش گفتن نه 15 سال، الان باز همین مطلب که شما میفهمید، یعنی میگن 5 ساله، یعنی اینکه ما نوجوانایی که 5 سال پیش داشتیم براشون نسخه های تربیتی میپیچیدیم، نسخه های اخلاقی میپیچیدیم، نسخه های درسی میپیچیدیم، بعد از گذشت 5 سال دیگه باید نسخه هامون عوض کنیم. یک کمی دقت حالا توی دوستان هر کدوم توی منزل های خودشون میتونن قضاوت کنن، هیچ ربطی هم به در واقع کشور آفریقایی یا آسیایی یا اروپایی نداره،
ربطی مذهب نداره، تقریبا همه اینا کارتون هایی که بچه ها 5 سال پیش نگاه میکردن با کارتون هایی که بچه ها 10 سال پیش نگاه میکردن متفاوته. فیلم های سینمایی که 5 سال پیش نگاه میکردن با 10 سال پیشی ها متفاوت شده. تقریبا میبینیم که دنیا داره تغییراتش 5 سال 5 سال. اصلا این فرصت دیگه، فرصت تجزیه تحلیل شاید به کسی نمیده، لذا همه چیز زودگذر شده، زندگی همه چیز شده تو یه پروسه کوتاه که تو این پروسه کوتاه ناچارن تبلیغ اومده جای خودش رو باز کرده در بالاتر از هر شاخصه دیگه. حالا چرا واقعا؟ آیا تبلیغ چه کار میکنه؟ آیا واقعا تبلیغ اینقدر موثره؟ اینقدر تاثیرگذاره؟ شاید به جای این مثلا برگردیم بگیم که خب تبلیغ چه کارا کرده؟ چه کارا کرده؟ اگه اینو بگیمش بعد شاید مثلا بازم چراییش رو خیلی شاید بحث بخواد، اما ما بالاخره مواجه میشیم، من به اصطلاح خودم مواجه میشیم با یه آچار فرانسه که همه نوع پیچو باز میکنه. بعد می‌بینیم با این آچار فرانسه همه انواع مهره‌ها قابل باز شدنه. این آچار فرانسه چگونه ما ازش استفاده کنیم برای همه نیازهامون، حالا نیاز مذهبی یکیشه که ما میگیم با یک در واقع به سرعت اگر بخوایم رد شیم فرمایش حضرت عالی رو داشته باشیم، همون مطلب که حضرت عالی فرمودین که با تبلیغات به ما میفروشن چی؟ توسعه، بهداشت، عرض کنم خدمتتون که فرهنگ، حتی دین رو با تبلیغات ما میفروشن. نه اینکه فقط همین 4 تا باشه، ما این 4 تا رو بله به عنوان مثال آوردم و الا 40 بلکه 400 موضوع مختلف هست. باورمون بشه که امروز نوع ادبیاتی که بچه هامون دارن به ما کار به کار میبرن این رو با تبلیغات ما یاد دادن، نوع ارتباطی که زنا و شوهرها دارن با هم دیگه برقرار میکنن این رو با تبلیغات به خوردشون دادن توی وجود. منتها گاهی وقتا شما ممکنه با شلاق بخواید یه مطلبی رو به کسی بیاموزید یا القا کنید، جبر به کار ببرید، گاهی وقتا نه، تو دلش بنشانید، خودش هم نمیدونه چرا اما دوستش میداره. من برای اینا هر کدوم به سرعت یک مثال عرض میکنم خدمتتون. این تصویر که میبینید اگر شما به کشور مالزی سفر کرده باشید یا عزیزان بیننده خودشون، دوستانشون، یا اگه نه همین الان پای اینترنت سرچ کنید، یعنی مالزی رو یا 2020 رو سرچ کنید، 2020 رو جستجو کنید. سال 2000 نخست وزیر کشور مالزی آقای مهاتیر محمد تصمیم گرفت کشورش رو طی یه فرایند 20 ساله از یک کشور در حال توسعه برسونه به یک کشور توسعه یافته. فاصله ما با کشورهای توسعه یافته همیشه اینقدره، منتها ما تمام تلاش میکنیم طی 5 سال میایم اینجا، خب اونام رفتن اینجا، ما بیش از 60 ساله که دنبال کشورهای توسعه یافته، یعنی اونا به تیک آف به قول امروزی ها رسیدن، اون لحظه که هواپیما کنده میشه از زمین کندن. اونا کنده شدن دیگه. حالا به هر حال دقیقاً همینطوره. مالزیایی‌ها گفتن آقا ما یه دفعه برای همیشه میکنیم، میایم بالا که اینا اومدن با هم دیگه برسیم به یه جا. یک قانون تصویب شد سال 2000 که ما تا سال 2020 باید بشیم کشور توسعه یافته. از مهندس تولید کارخونه پرسیده شد که این یعنی چی این 2020؟ گفت من جایگاهی که دارم الان مهندسی مکانیکه، من تا سال 2020 این جایگاهی که الان دارم به عنوان مدیر تولید دیگه باید یه فوق لیسانس مکانیک اینجا باشه. الان هم سال 2004 تا 2020 16 سال فرصت دارم، یا شغلم رو عوض میکنم یا فوق لیسانس میگیرم. از راننده تاکسی پرسیده شد که این یعنی چی؟ حالا من در واقع به اون چه که نوعاً بینندگان ایرانی که مخاطبان فارسی زبان شبکه هستند مثال میزنم، یا تاجیکستان یا افغانستان که این اتومبیل حتی در عراق من دارم میبینم این اتومبیل میشناسن. مثلا گفتن که اگر الان تاکسی که داره استفاده میشه اتومبیل مثلا پرایده، ما تا سال 2020 قانونه که دیگه زیر ماکسیما نمیتونه تاکسی باشه. من 16 سال فرصت دارم، 14 سال، 2006 بود، 14 سال فرصت دارم، یا این ماشینم رو تبدیل میکنم به ماکسیما یا این شغل رو ولش میکنم. حتی از رفتگر محله پرسیدیم که این چیه، چون خیلی جالبه، یعنی شما از فرودگاه که پیاده میشین در و دیوار روی بیلبوردا کنار جاده ها تو پارک ها، همینطور که تو تصویر این کنار یه پارکه، کنار پارک ها رو پیرهن جوونا پشت تاکسی ها قبل از اخبار بعد از اخبار تو آگه، این همین که سرتون میچرخونین باور کنین مثلا 5 دقیقه نمیگذره که یه تصویر 2020 یه جا میبینین و اینا به شما پیام میده، دائما تو حوزه های دیدتون کار میکنه. گفت تا سال 2020 رفتگر باید دیپلم رفتگری داشته باشه.
و من مثلا سوادم به در واقع تخمین خود تقریبا 4 سال مونده تا دیپلم بگیرم. تو این 4 سال 16 سالم فرصت دارم این 4 کلاس درس رو بخونم، یا دیپلم رفتگری میگیرم یا این شغل رو ولش میکنم. ببینید حالا همینجوری من دو سه تا رو مثال زدم، یعنی اومدن با این تابلوهایی که در معرض دید قرار دادن ایجاد سوال کردن برای هر فرد، یعنی هر فرد گفت جایگاه من کجاست، تا 14 سال دیگه من کجا باید باشم. بعدم هیچ دستورالعمل تحکم، یعنی یک قانونه که توی صفحه اگه مثلا 30-40 صفحه است، هر کس جای خودش پیدا میکنه. پزشک قراره که چی بشه، بیمارستانا قراره چی بشه، خطوط تولید چی بشه، کنترل کیفی چی بشه، صنعت توریسم چی بشه، رفتگرا چی بشن، تاکسی دارا چی بشن، مهندس، همه اینا معلومه. هر جای خودش پیدا میکنه، سفت و سخت هم واسه ما این عملش. بعد میبینیم که مالزی کند، مالزی از زمین کنده، تمام کشورهای دور و بر مالزی هیچ کدومشون دیگه این که بخوان برسن به مالزی، اگه بگیم اقتصادی یکی از 5 بر آسیا به قول معروف، خب مالزی حساب بشه دیگه از نظر اقتصادی، یعنی بعد از ژاپن و کره و به قول معروف. حالا ما بحث اقتصادی نیست، ولی واقعا خیلی مهمه. اگه میگیم با تبلیغات ما توسعه میفروشن، اینو مثالش، انواع مثال دیگه تا دلتون بخواد. اگر میگیم با تبلیغات به ما بهداشت میفروشن، بالاخره همه بینندگان بیماری مهلک ایدز رو میشناسن، خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده الهی آمین. سال 1982 سازمان بهداشت جهانی آمار گرفت، مبتلایان به بیماری ایدز در آمریکا و اروپا 980,000 نفر، در آفریقا 2,000 نفر، یعنی چند به چند؟ 50 تقریبا 500 برابر 490 تقریبا 500 برابر آفریقا در آمریکا و اروپا مبتلای به بیماری ایدز وجود داشت. سال 2006 دوباره آمار گرفتن، یعنی 24 سال بعد، آمریکا و اروپا 19,800,000 نفر، آفریقا به تنهایی 20 میلیون نفر. یعنی اینکه شدت ابتلا به بیماری، آهنگ ابتلا به بیماری در آفریقا 500 برابر آمریکا و اروپا است. حالا اگه این فاکتور هم بذاریم که اصلا راه انتقال این بیماری رعایت نکردن اخلاق زن و شوهری، رعایت نکردن اخلاق جنسی، خب اگر بخوایم حساب کنیم آفریقایی‌ها مثل کشورهای اسلامی هنوز بنیان‌های خانواده مستحکم، هنوز زنها و مردها به هم دیگه سنتیشون رو هم حفظ کردن. این رو اگر بذاریم کنار، این فاکتور که اروپا و آمریکا این رو گذاشتن کنار، بهتره بگیم آهنگ ابتلا به بیماری 5000 برابر بلکه 50000 برابر. چرا آفریقایی‌ها این مقدار ابتلاعشون شدیدتره؟ تمام کارشناسا، کارشناسای بهداشتی، کارشناسای روانی، کارشناسای علوم اجتماعی میگن فقط و فقط و فقط تبلیغات، فقط اطلاعاتشون پایینه دیگه. یه گراف من حالا باز چون وقت برنامه میترسم مثل شبای دیگه، من اون گراف رنگی رو کاش ندارم، گراف سیاه سفید رو خدمتتون توضیح میدم. ببینید شما اینجا اون در واقع ستون‌های مشکی رنگ ستونیه که افرادی که مبتلا شدن به بیماری ایدز در تمام زندگیشون یک بار هم اسم کلمه ایدز، اصلا کلمه ایدز رو نشنیدن. اون خاکستری ها کسانی هستن که یک بار حداقل یک بار شنید. ببینید یه نصف شد. و بخواییم بگیم مثلا اروپا و آمریکا چی کار کردن که آهنگ ابتلا به اونجا 1/500 1/5000 آفریقاست. واکسن ساختن؟ نساختن که، هنوز چیز ساخته نشده. دارو ساختن؟ نه هنوز که چیز دارو نه، فقط گفتن، هی اطلاع رسانی کردن. اگر میگیم با تبلیغات به ما بهداشت میفروشن، یعنی این، من خودم از این مثال سوم که با تبلیغات به ما فرهنگ میفروشن خیلی خوشم میاد. علتش هم اینه که یادم میاد که بچه بودم، تقریبا تو سن 6-7 ساله بودم، حدودای مثلا 38 سال پیش 39 سال پیش، پدرم یا عموم توی شهر وقتی که سر ظهر میشد بیرون بودیم میخواستیم بریم غذا بخوریم، من دستم تو دست اون، یه بچه 6-7 ساله 5-6 ساله بودم، از هر طرفی که حرکت میکردیم، جلو، عقب، چپ، راست، یه حدود 500 متر میرفتیم یه قهوه خونه پیدا میشد که توش دیزی بخوریم. اما الان شما از به فاصله 300 متر 400 متر از هر جهتی که برین یه ساندویچ فروشی پیدا میکنین که توش کالباس یا سوسیس بخورین. اساسا ما ملت، ببینید این اتفاق افتاده، قهوه خونه های ما تبدیل به ساندویچ فروشی شده. چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی اینکه واقعا ما ملت آبگوشت خور بودیم، چی شد ما ساندویچ خور شدیم؟ چه اتفاقی افتاد؟
اگر بخوایم این اتفاق رو بررسی کنیم، یک قطعه فیلمی هستش که من خواهش میکنم از عزیزان اتاق فرمان که اون قطعه فیلم رو بیاره. یه حرکت تبلیغی توی این قطعه فیلم اتفاق افتاده که اگر عزیزان بذارن ما اینجا میبینیم که اون اتفاقی که افتاد از کجا ناشی شد، چی شد که ما امروزه در واقع به جای یک مملکت آب گوشت خور تقریبا در تمام روستاها، تمام شهرها این مطلب رو داریم. اجازه میخوام شاید پس اجازه میخوام از اتاق فرمان اگه فیلم رو محبت کنن دوستان آماده است. بله اگر محبت کنن که من خواهش میکنم فیلم رو دوباره از اول بذاریم لطفا. یه بار تکرار کنید چون بینندگان شاید به متوجه نشن. یه بار محبت بفرمایید. خب من از بیننده ها خواهش میکنم که بین فریم 8 و 7 رو دقت بکنن. این در واقع چیزی که میبینیم بین فریم 8 و 7. بله فقط به عنوان یه تیک، حالت یک بله. تیک به قول معروف. و من تازه اینجا توی این در واقع فریمی که شما ملاحظه فرمودین، چون یه فریم اینقدر کم بود که دیده نمیشد، من دو برابرش کردم، دو تا فریم گذاشتم. حدود 40 سال پیش مدیر فروش یکی از کارخونه های در واقع تولید سیگار به کارگردان های سینما پول داد، گفتش که برای من تو همین قطعه اول فیلم که معمولا هم مورد توجه کسی که میخواد فیلم سینمایی نشسته که فیلم سینماییشو ببینه، یه لحظه یه فریم از یه سیگار اومد و رد شد. بعد در طی 5 سال فروش اون سیگار در دنیا دو برابر شد. حالا بسیاری از مادرها میگفتن که ما با بچه هامون میریم فروشگاه چیزی بخریم یا میریم روزنامه فروشی روزنامه بخریم، کودک ما بی اختیار خیره خیره به این سیگار نگاه میکنه. بسیاری از سیگاری های دنیا گفتن که ما بدون این که بدونیم چرا، ما از یه مارک دیگه سیگار میکشیدیم اما رفتیم تو مغازه نمیدونیم چرا، میگیم از این سیگار بده. طی 5 سال فروش این سیگار در دنیا دو برابر شد. تولید میشه دو برابر کرد اما فروش رو دو برابر کرده. شوخی نیست. سازمان بهداشت جهانی جلوی اینا رو گرفت، چون سازمان بهداشت جهانی گفت سن کشیدن سیگار تو دنیا 3 سال اومده پایین. این که من جناب استاد عرض کردم در مقدمه که امروزه حالا باید گفت متاسفانه در شیوه های بالاخره تبلیغات مسائلی مانند سیگار که این همه ضرر داره، متاسفانه از علومی که و از جمله دستگاه های روز، حالا قبلا مثلا سینما نبود، قبلا در زمان قدیم یا تلویزیون نبود، یا فرض بفرمایید حتی علومی مثل علم روانشناسی به این پیشرفت ها نرسیده بود. همین این نکته رو که حضرت عالی فرمودید قطعا شاید بعضی از بینندگان عزیز بدونن که این با توجه به ظرافت علم روانشناسی هست و بله. مسئله بله. به نام ضمیر ناخودآگاه یا سابکانشنس مایندی که اصطلاحا غربی ها میگن، یا لاوعی که به اصطلاح در عربی گفته میشه، این ضمیر ناخودآگاه اونقدر ظریفه و چقدر ما روایات داریم در رابطه با تربیت فرزند، در رابطه با قبل از به دنیا آمدن فرزند و چجوری شروع میشه. حالا اینا واقعا بحثایی که وقت خاص خودش رو میطلبه. ما امیدواریم که یک به قول معروف جرقه ای زده بشه که عزیزانی که مایل هستن برن یه مقدار تحقیق کنن، یه مقدار مطالعه کنن. واقعا مطالبی رو که دین ما گفته چقدر زیباست. من عذر میخوام، فقط اینو به عنوان یک پرانتز. برگردیم به بحث اصلی در رابطه با اون تبلیغی که به اصطلاح دیده شده بود. اصلا خواهش میکنم شما حالا که راجع به این مطلب فرمودین به من یادآوری کنید. رسیدیم یه جایی راجع به خوش اخلاق شدن کودک. یه کمی جلوتر من فقط فراموش هم نشه. ببینید اگر تصویر رو آرام کنیم، آها ببینید الان بله دیده شد. بله. که من نمیدونم تصویر چند برابر آرام کرد. بله. چند برابر آرام کردن. بله. خب چون این تصویر تو همین لحظه ای که ببینید یه لحظه اومد تو چشم منو رفت، حتی خودم هم تشخیص داشتم از کردم، تازه من که دو برابر کردم، عزیزان اینو بسیار بازم سرعتش رو کند کردن، یه لحظه اومد تو چشم رفت. همین کار میکنه، کار کرده.
تو دنیا تو 5 سال فروش دو برابر شده، کار کرده. بله تو زمینه‌های دیگه هم تازه از این علم چقدر استفاده شده که الان نه عین این کار رو یه کمپانی نوشابه فروش یک کمپانی تولید نوشابه توی ایران با کارگردانی ایرانی انجام داد. گفت شما که دارین فیلم می‌سازین تو فیلمتون صحنه‌هایی پیش میاد، هنرپیشه‌ها می‌خوان غذا بخورن، از این نوشابه من استفاده بکنید. نوشابه خاص. این نوشابه خاص استفاده کنید. گیشه‌های اون سینماها می‌گفتن اولین نوشابه‌ای که تموم میشه این نوشابه است. من همون لحظه میخوام یه سوال اینجا از شما بپرسم. همینجا نشون دهنده شاید یه ظرافتایی باشه که مثلا وقتی که حالا مثلا حضرت عالی همه افراد مثلا فرض بزنند از گوشی موبایل استفاده میکنن، حالا بنده، حضرت عالی و دیگران، نوع گوشی شما البته با نوع گوشی بنده تا اونجا که میدونم متفاوته. خب شما آیا این گوشی رو با توجه به این تابلوهای بزرگ انتخاب کردید؟ هیچ کس این کارو نمیکنه، یعنی از هر کی که بپرسیم اینطوری نیست. احدالناسی نمیگه که هر تابلویی که بزرگتر بود اون مثلا تاثیر گذاریش بیشتره. پس چرا واقعا همینا، پس چرا شرکت های مثلا موبایل سازی، شرکت های تلویزیون سازی این همه سعی میکنه تابلوهاشونو بزرگتر کنن؟ باور کنین اگر بشه، حالا من فکر میکنم در واقع دوستانمون که سوال کرده بودن از عزیزان زائر بین الحرمین این تو سوالاتشون بود، انشالله که حالا بوده باشه، اما شما کاری نداره اینم نه، خودتون چک کنین، برید از 100 نفر بپرسین، 100 نفری که موبایل دستشون رو بپرسین که آقا شما گوشیت رو از هر شرکتی که تابلوهای تبلیغاتش بزرگتر باشه میخوایم، میگه اصلا چی داری میگی؟ یک نفر اینو نمیگه از 100 نفر. بحث ما سر ظرافت کار هست، چرا کار ظریفه؟ پس چرا اون شرکت موبایل سازی این همه پول خرج میکنه تو بیلبوردایی که تو یک منطقه متوسط از یکی از شهرهای کشورهای اسلامی تقریبا به پولی بخوایم واسه بیننده‌ها متوجه بشن ماهانه 40 میلیون تومان پول یه بیلبورده؟ چرا اون شرکت موبایل سازی، اون شرکت ماشین لباسشویی سازی، اون شرکت اتومبیل سازی، یعنی هیچ کسی اتومبیلش نمیره از شرکتی بخره که بیلبوردش بزرگتره؟ پس چرا اون این همه هزینه؟ جواب شما از بابا طاهر اوریان بگیر. دست دیده و دل. بله. هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند. این دقیقاً این بحثه، یعنی یه لحظه اومد تو چشم رفت، حالا چی شد که ما آبگوشت خور بودیم ساندویچ خور شدیم؟ چی شد ما حدود 45 سال 50 سال پیش که تلویزیون اومد تو خونه های ما صنعت فیلم سازی نداشتیم، هیچ کدوم از کشورهای اسلامی نداشتن، هنوزم که هنوز صنعت فیلم سازی درست حسابی ما نداریم. ما فیلم های هالیوود و فیلم های اروپا رو گرفتیم دوبله کردیم نشون دادیم. خب معلومه توی فیلم هالیوودی توی فیلم اروپایی کارگردان نمیاد بگه که مثلا داش رضا قربون یه دونه دیزی بردا گرد ما بخوری، واسه هم میگه هات داگ بده، یه همبرگر بده، یه سوسیس بده، یه کبابونو کباب، آره چوری کباب نون کباب، این حرفا نداره، اونو میخواد. بنابراین این ناخودآگاه خودشون، اصلا من مطمئنم اون فیلم سازها که این فیلم ها رو ساختن قصدشون این نبود که ما رو ساندویچ خور کنن، اصلا قصدش چه چای قصدش بود چه بل شد بل. یعنی ما فقط دیدیم نشستیم تلویزیون نگاه کردیم خوشمون اومد، اولین زرنگ پیدا شد قهوه خونه شو کرد ساندویچ فروشی، دید عجب کارش گرفت، دومی، سومی، صدومی، هزارومی، صد هزارومی، الان جالبه 101000 هم با این همه ساندویچ فروشی که وجود داره باز اگر ساندویچ بزنه یخش بیشتر میگیره تا دیزی. این فرهنگ تغذیه عوض شد. مثلا از جمله غذاهایی که من خیلی دوست دارم تو شهر اصفهان، بریون اصفهان با همه لذتی که وجود داره، بریون اصفهان از اصفهان نیومد بیرون، نیومده الان شهرهای دیگه چه میدونم هر جا، اما تمام دهکوره های همه جای دنیا که بریم پیتزا رفته، سوسیس رفته، کالباس رفته، اسلامی و غیر اسلامی، آفریقایی و اروپایی. چی شد که پیتزای اروپا، پیتزای ایتالیا همه جا رو گرفت، کنتاکی همه جا رو گرفت، اما نه چلو کباب ما، نه بریون ما، نه آش رشته ما، نه چه آش ترش ما، نه کوفته تبریزی ما، هیچ کدوم از اینا. جالبه که همه علوم، یعنی افرادی که در علوم تغذیه کار کردن ثابت میکنن بله، که به لحاظ علمی مرحبا. این غذاها خیلی خیلی برای انسان مناسب تره بله. و اون ها مضره بله، بله. ولی خب با این وجود این مناسب ها جا نیفتاده و اون مضر ها جا افتاده. اصلا جناب شهیدی کارشناس علوم تغذیه رو تک تک آدما بریم تو خیابون بپرسیم بگین آقا کالباس خوبه یا بده، میگن کالباس آشغاله، این سوسیس خوبه یا بده، میگه اصلا شما اگه برین کارخونه سوسیس سازی ببینین تا آخر عمر دیگه سوسیس، ولی پس چرا خودت میخوری؟ ببینین اون که اومد تو چشم دلم میخوادش، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. حالا اگر میخوایم امیرالمؤمنین رو تو دلها جا بدیم، اگر میخوایم امام حسین رو تو دلها جا بدیم، باید تو معرض دیده قرار بدیم. و از همینجا من میخوام بگم که
اگر شبکه امام حسین اومده و بخشی از دیدگاه مردم رو تو خونه هاشون در واقع تحت دیدگاه خودش قرار داده، از مونیتور خونه ها، از تلویزیون خونه ها تصویر شبکه امام حسین، تصویر ذریح امام حسین، گنبد امام حسین پخش میشه، این داره کار میکنه و تک تک آدمایی که حالا اینو دیدن مسئولن که این شبکه نیاز به کمک مالی داره. ببینید بحث یه شبکه نیست، بحث اینه که وقتی انواع ویترینا هست، حالا این ویترین امام حسینه و این کار میکنه. اگر میخوایم امام حسین تو دل بچه هامون بره، وقتشه که از امثال این شبکه، من روی شبکه خاص در واقع تأکید ندارم، امثال شبکه هایی که اسم امام حسین، گنبد امام حسین، ذریح امام حسین، نام مقدس، فرهنگ مقدس امام حسین، اینا تو چشمای من، همونطوری که کالواس اومد تو بسته های زندگی، امام حسین هم بیاد تو بسته های زندگی. حالا اگر واقعا نگران اینیم که چرا جوانامون رفتن، خب وقتشه دیگه، الان وقتشه که به فرهنگ امام حسین کمک بشه. انصافا جناب مهندس قلیان، بحث هم خیلی گیراس، هم زیباست و هم خیلی به هر حال مطلب داریم و کاربردیه، ولی دوستان حالا یه گزارش هم تهیه کردن، ببینیم گزارش رو بعضی از بیننده های حالا شبکه یا زائرین قبر آقا سید شهدا چی گفتن، که انشالله بحث رو ادامه بدیم. عزیزان بیننده با ما همراه باشید و ببینید. گاهی اوقات شنیده میشه که بعضی افراد میگن به جای جشن گرفتن در غدیر، نیمه شبان یا عزاداری در محرم، بهتره به فقرا کمک بشه و این پولا رو به جای اینکه در این مراسم خرج بشه، بهتره به تهیدستان برسه. نظر شما در رابطه با این موضوع چیه؟ عرض میکنم که اگر عید غدیری وجود نداشته باشه، ما تبلیغات در رابطه با عید غدیر و محرم و سفر نکنیم، مردم دینشون رو نمیشناسن. وقتی دینشون رو نشناختن، در رابطه با اهل بیت نمیتونن پول خرج کنن. یکی از خصایص امیرالمومنین این بوده که به فقرا کمک میکرد. اگر ما آقا امیرالمومنین نشناسیم و ایشون رو به دوستان دیگه معرفی نکنیم، چجوری بیان کمک کنیم به فقرا؟ پس این میرسونه که اول شعار اسلامی رو باید چیکار کنیم؟ محکم کنیم. بعد در رابطه با کمک به فقرا، راه ائمه انصار رو پیش بگیریم. یعنی ببینی آقا امیرالمومنین چی کار کردن، چقدر کمک کردن به فقرا. آقای امام حسین وقتی تمام هستیشون رو که 4000 درهم بوده به یه نفر میدن، ما چی درس میگیریم؟ یا خانم فاطمه زهرا که چادر عروسیشون رو، لباس عروسیشون رو میدن، چی درس میگیریم؟ درس میگیریم که اول ائمه معصومین اگر برای ما شناخته نشن، این کارا به درد نمیخوره. اگه اونی که بخواد خرج کنه برای این مراسم رو نکنه، به نظر من حتی برای فقراش هم نمیتونه خرج کنه. کسی که نتونه خرج برای این راه ها بده، برای راههایی که امامامون، پیغمبرامون گذاشتن، خوشیاش، غماش، شادیاش، عزاهاش، کسی که نتونه توی این راه خرج کنه، مطمئن باشید دلش نمیاد برای اون فقرا هم خرج کنه. انسان باید یه طوری باشه که بتونه این کارو بکنه، اون هم از دستش بر بیاد. نظر من اینه. بستگی به اون فکری که داشتن، نیتی که کردن، نظری که قرار باشه نظرش معمولی باشه، بهتر فقرا بهتره. مگر اگه قصد کرده حتما شب عید قدیر باید اطعام بده، تمام بده، اون واجب میشه دیگه. واسه من نظرش داره، اگه نه قرار باشه معمولی باشه، به فقرا خیلی بهتره، افضل تره، بهتر تره. والا صدقه دادن جزء دستورات دین ما هستش و تاکید شده بسیار، اما این نباید بهانه‌ای باشه برای که ما جدا بشیم با اهل بیت و مناسبت های اهل بیت، مجالس اهل بیت و اینها. هر کدوم عمل ثوابش رو مخصوص خودش دار. ما صدقه به جای خودش و زیارت، جشنها، عزاداری ها هم به جای خودش. این هر کدوم توفیقیه که خدا لیاقت بنده های خاص خودش میکنه. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کسی رو که خدا دوست دارد، محبت حسین، محبت اهل بیت در دلش قرار میده و این نعمتیه که خدا ان شاء الله به همه ما پیش از پیش عنایت بفرمایه. به نظر شما چرا باید غدیر رو جشن بگیریم، یا اساسا چه لزومی داره شعائری مثل غدیر، نیمه شعبان، محرم، فاطمیه برپا بشه؟ چون پایه اصلی اسلام ماست. الیوم اکملتم لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یکی از راه‌هایی که ما باید غدیر رو زنده نگه بداریم، همین بحث جشن و سرور در ایام غدیره.
که این از خود مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی سوال کردن یا ابوالحسن بهترین لحظات زندگی تو کدام روز است، فرمود اون روزی که پیغمبر دست مرا گرفت بالا برد و فرمود من کنت مولا و علیون مولا. به هر حال ما هم باید تبعیت از ائمه معصومین کنیم، چون ریشه اصلی دین ما ولایته، تکمیل کننده دین ما ولایته، و هرچه قدیر را زنده نگه بداریم اسلام ما پایدار است، ولایت ما پایدار است. اما اگر خدای ناخواسته روزی برسیم به سمت و سویی که نسبت به قدیر، نسبت به ولایت، نسبت به نیمه شعبان بی انگیزه باشیم، اون موقع دیگه باید برای جامعه اسلامی تأسف بخوریم. اما همونطوری که در سوال اول فرمودید، قدیر ما، ولایت ما ارزشش به این است که به فقرا و مستمندان توجه بیشتری بشه. نشون دهنده دین تشیع و اسلام هستی که ما تا این دنیا نداشته باشیم نشون نمیدهد. میگه عاشورا نگه زنده نگه دارید تا چی زنده بماند. بر ما واجب است که هم یوم قدیر رو نگه داریم، ایام بهترین مراسمات رو رسومات اسلامی انجام بدهیم تا بمونه برای ابد و سال باقیات و سالات بشه، که آیندگانمون هم بفهمن چه قدیری بوده چی بوده. البته به نوع امروزی نه، به سبک خودمون اسلامی و دینی سنتی قدیم. اینها همه زنده کردن دین ماست، زنده کردن آیین ماست، زنده کردن نام اهل بیت، که ما به هر طریقی و به هر مناسبتی که میتونیم باید ارادت خودمون رو نسبت به اهل بیت، نسبت به ابی عبدالله، نسبت به امیرالمؤمنین نشان بدیم. و این هم بهانش هم همین ایام، همین اعیادی هستش که مناسبت هایی است که پیش رو میاد و ما باید اونها رو جشن میگیریم و این رشته توسل و ارادتمون رو نسبت به اهل بیت روز به روز محکم تر بکنیم انشاءالله. این دیگه یه چیزیه که ما مسلمان 1400 سال دیگه الان برامون یه رسم شده که هیچ کسی هم جرأت این نداره که نه اصلا بگه نگیریم بهتره. اصلا یه چیزی که تو خون ما ایرانی هست، تو خون ما مسلمان شیعه هست، اصلا غیر ممکنه این قضیه هایی را دم بخواد فراموش کنه یا نگیره، شدنی نیست همچین چیزی. حتما لازم، یعنی لازمه 100%. اگه این شعائر نباشه اصلا دینی وجود نخواهد داشت. شما ببینید تا قبل از عاشورا هیچ اتفاقی نیفتاد، این همه ظلم کردن، معاویه و امثال هم، بنی امیه همه ظلم کردن، تا آقای امام حسین به شهادت نرسید، واقعه عاشورا اتفاق نیفتاد، دین خودش نشون نداد دیگه. بعد از واقعه عاشورا بود که مردم تونستن دین رو بشناسن، در رابطه با آقای امام حسین پول خرج کنن، قدم بردارن در راهش بیان برن، راه دور بیان برن. الان کربلا آسون شده. قدیما شما خودتون بهتر میدونید که چجور میانن کربلا، چقدر براشون سخت بود. بعضیا 6 ماه طول میکشید تا بیان کربلا زیارت آقا علی ابن آقای امام حسین، یا برن نجف زیارت آقا علی ابن ابی طالب. همه اینا میرسونه که اصل قضیه ما ولایت، ولایت رو محکم نگرش میداریم، تبلیغ درش میکنیم، مردم بشناسن ولایت رو، و در رابطش با هم پول خرج میکنیم. اونطور که شد دست اون تجیبمون میره که برای فقرا هم چیکار کنیم، خرج کنیم. بینندگان عزیز، امیدوارم که انشالله از این صحبتایی که مطرح شد این نتیجه رو خود شما عزیزان گرفته باشید، چون ما وقتمون هم متاسفانه خیلی نیست. ولی من یک مطلبی رو هم شرح بدم و وارد سوال بعدی بشم. در نهج البلاغه هست که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به مناسبتی به اهل کوفه میفرماید که چرا شما در حق خودتون اینقدر سست هستید و یاران معاویه در باطل خودشون اینقدر، به قول معروف، با اینکه میبینید اونها این همه شدت دارن در باطل خودشون، چرا شما در حق خودتون اینقدر سست هستید؟ ببینید عزیزان، غربی ها فرهنگ خودشون رو ممکنه خوبی هایی داشته باشه، من نمیخوام قضاوت کنم، ولی ببینید بعضی مسائلی رو که ضد فطرته، بعضی مسائلی رو که ضد اخلاقه، اونقدر رو این مسائل کوبیدن. خیلی رک بگم، مثل مسائل جنسی، به عنوان مثال مسائل جنسی رو که واقعا حجب و حیای هر انسانی، حتی در بعضی از حیوانات این حالت هست که اقتضا میکنه که حالت به هر حال محرمانه‌ای داشته باشه، اینها با کمال بی‌حیایی، بالاخره حالا براشون فرهنگ بود درست و غلطش من نمیخوام وارد بحث بشم، فقط میخوام این رو بگم. ببینید اونقدر کار کردن تا برای خیلی از جاها به طور طبیعی و یک مطلب جا افتاده ای شده برای بعضی ها و برای بعضی از جاها، روی باطل خودشون با چی این کار رو کردن؟ با تبلیغات، با
در معرض دید قرار دادن بعضی از مسائل. خب بحث بر سر اینه که ما الان قطعا نتیجه گرفتیم، تا اینجا مشخص شد همطور که استاد قلیان فرمودن، بحث این که ما وقتی که در خانه های خودمون نمادهای اسلامی رو، متاسفانه بعضی ها تابلوهای اسلامی رو برداشتیم، حالا ببینید نتیجه چی اومد و چی آوردیم. اون تابلوهای زیبایی که بعضی وقتا خط نقاشی های بسیار زیبایی که کار میکرد و کار کرد داشت، امروز جای خودش رو به چی داده؟ اینها مسائل ریزیه که باید دقت کرد. اما من از همینجا میخوام این سوال رو از جناب استاد قلیان بپرسم، و آن این که چرا غربی ها و دشمنان اسلام شروع کردند به مبارزه با نمادهای اسلامی، مثلا مناره در اروپا به عنوان مثال، یا حجاب مثلا، چون این به هر حال یک نماد دیگه. بله دقیقاً، شاید دیگه جواب سوال کاملا داده شده باشه که شما نگاه کنید توی کشور سوئیس، فکر کنم مثلا دو سال گذشته بود دیگه، بحث این که آیا اجازه بدیم مساجد مناره داشته باشند یا نه، و حتی کار تا اونجا کشید که رفراندوم عمومی برپا کردن و با مثل اینکه 56-57% رای دهنده ها رای دادن که نه اجازه ندید و ممنوع شد. خوب توجه بفرمایید، مسجد سازی ممنوع نشده، نوشتن کتاب های اسلامی ممنوع نشده، پخش کردن کتاب های اسلامی ممنوع نشده، تو کتاب خونه ها وجود کتاب های اسلامی تو قفسه ها ممنوع نیست، حتی خود مسجد سازی ممنوع نیست، مسجد مناره نداشته باشه. چون ببینید مناره است که از 10 تا خیابون برتر دیده میشه، مناره است که از یک شعاع بزرگی توجه ها رو به خودش جلب میکنه، به خصوص با نمادهای اسلامی که کاشیکاری این حرف هست، توجه ها جلب میشه، چون اونا میدونن همین که به چشم بیاد کار میکنه. خانم با حجاب، ببین مثلا نوشتن مطلب در موافقت حجاب ممنوع نیست، شما روزنامه گاردین بریم از خودتون هر چه دوست دارین راجع به حجاب بنویسین. کشور فرانسه که ممنوع کرده، در خود کشور فرانسه در روزنامه ها و مجلات کشور فرانسه مطلب در موافقت یا در مخالفت راحت نوشته، هیچ مشکلی نیست، مطلب بنویسین، کتاب بنویسین، چاپ کنین. خانم چادری تو خیابون نیاد، چرا؟ چون اینی که دیده میشه، این دیده میشه، این که دیده میشه کار میکنه، یعنی ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. این دقیقاً بعد ز دل هر آن که از دیده برفت. حالا ان شاء الله راجع به این تیکه که باز ما فردا شب به فضل و یاری خدا راجع به این تیکه که از دل برود هر آن که از دیده برفت، ان شاء الله گفتگوی مفصل خواهیم داشت. من در واقع خدمت عزیزان اتاق فرما عرض کنم تصویرای ما امشب تموم شد، اگر میخوان از تصویر استفاده کنن، بقیه‌اش دیگه نتیجه گیری از آن چه که دیدیم تا فردا شب ان شاء الله که الباقی تصویر تو همین زاویه گفتگو میکنیم. اما الان به هر حال ما واقع شدیم با این که به قطع و یقین هر چی رو میخواین تو دل مردم بکارین، اولین گام، بهترین گام اینه که در معرض دیده قرار بدین. اگر جلو چشمش بذارین بالاخره دلش میخواد. اگر موفق بشین در معرض دیدگان قرار بدین، بالاخره تو دلا میره. انشالله به شرط حیات خدای متعال توفیق بده. ما فردا شب اینکه چگونه دین فروختن، حالا فرض کنید مثلا غذا فروشی و نمیدونم بهداشت فروشی این حرفا، باز یه چیزای ملموسه، چگونه دین فروختن با همین تکنیک، یعنی با این تکنیک که در معرض دیده قرار دادن. بعد برگردیم هر کدوم از عزیزان بیننده تو کشورهایی که خودشون زندگی کردن به حافظه هاشون برگردن، به خاطره هاشون برگردن. یادم میاد که در ایران رسم سنتی بود که هیئت ها پرچم داشتن، پرچم های مثلثی داشتن که مثلا فرض کنیم که هیئت بنی زهرا، هیئت مثلا عشاق الحسین مثلا، این پرچم، چوب پرچم نشون دهنده جهت بود، یعنی اگه توی خیابون میدیدین این پرچم رو، ته چوب پرچم فلشی بود که یعنی بالاخره اینجاست، یا میرفتین به تابلوی هیئت برخورد میکردین یا به پرچم بعدی که مثلا فرض کن جهتش حالا این وری بود، اون پرچم رو دنبال میکردین، یا به تابلوی هیئت یا به پرچم بعدی، تا نهایتا به تابلوی هیئت که تابلوهای نئون بود، مثلا هیئت متوسلین به قمر بنی هاشم. ببینید چند نفر تو خیابون این تابلو رو دیدن؟ 1000 نفر. چند تاشون رفتن هیئت؟ 2 نفر.
چون همه اینه که تو این خیابون اصلی رد میشه اینا، اما این پرچم رو دید مثلا فرض کنین هفته بعد یه چک داره، همونجا تو دلش گفت یا قمر بنی هاشم من دو هفته دیگه چک دارم، آبروم در خطره، آقا کمک کنید. حالا این به اندازه اون سیگار بینیستانه اثر نداره، به خدا 50,000 برابر اثر داره. یکی رد شد گفتش که مثلا یا قمر بنی هاشم، ولی فرض کن مثلا هیئت قمر بنی هاشم بود، یا قمر بنی هاشم مادرم مریضه و گرفتاری شدم که هر جا میرم راه چاره‌ای نیست، آقایی کنید مادر من شفا. اون یکی دیگه گفت یا قمر بنی هاشم پسرم بزرگ شده میترسم از این که جامعه او رو ببلعد، آقا کمک کنید. اون یکی گفت یا قمر بنی هاشم زنم با من دعوا کرده، یا خانومی گفت آقامون بد اخلاقه. تک تک آدمایی که رد شدن با دیدن این پرچم تو وجودشون یه اتفاقی افتاد که هزاران برابر شدیدتر از لحظه‌ای که یه سیگار اومد و رفت و منم اصلا ندیدمش. اگه اون اونجوری کار میکنه، این که 10,000 برابر کار میکنه. چند تا از این پرچم ها بود؟ مثلا 3 تا. 3,000 نفر یه همچین حسی براشون اتفاق افتاد تا اون تابلو نون. الان تبدیل به چی شده؟ آدرس هیئت ها اسمسی شده، این اسمس میدن هیئت فلانجاست، بعد تازه میرین اونجا زنگ در خونه رو میزنین، بعد یکی میگه کیه، میگین هیئت اینجاست، بفرمایین در رو میکنه، بعد شما میرین تو در رو میبندین. اه بفرمایین یعنی چی؟ قرار بود که در این خونه باز باشه. تو فرهنگ سابق که من بچه بودم میرفتم صابخونه، میگفتش که خونه من از لحظه ای که تابلو هیئت خورد، این خونه مال امام حسینه، من و خانواده‌ام هم نوکر و کنیز و خدمتگزار مهمونای دیگه، اینجا خونه ما نیست، ما خدمتگزاری، در خونه هم بازه. تبدیل شده به اینکه بیای زنگ بزنی. خب نه اون پرچمه دیگه اون اثرها رو داره چون اصلا نیست، نه دیگه اون خونه درش بازه چون دیگه اصلا اون خبرها نیست، اما به جاش تابلوهای تبلیغاتی. شما تو سطح شهر نگاه کنین، تابلوهای مربوط به گوشی‌های تلفن همراه، حیف که احساس میکنم به همین اندازه که اسم میبرم یه کار تبلیغی کردم براشون، و الا واقعا اسم میبردم که دوستان یادشون بیاد. تابلوهای مربوط به شرکت هایی که ماشین لباسشویی، لوازم خانگی دارن میفروشن، به چه بزرگی، با چه پولایی. یعنی اینا یه تابلوی، باور کنید از نوع اینایی که دارم میگم، یک سوم اینا رفتم برای فعالیت تبلیغاتی شرکت خودم، میخواستم جنسی رو بفرستم، دیدم میگه ماهی 40,000,000 تومان. یعنی اون تابلو اقلن 3 برابره. تو سطح شهری که زندگی میکنم بدون اغراق 100 تا از اونا من مطمئنم، حاضرم قسم بخوام 100 تا هست، از اون شرکتی که اون گوشی همراه رو ساخته، از اون شرکتی که لوازم خانگی ساخته اینا. خب چرا این پولو میده؟ میریم به مردم، از مردم میپرسیم که آقای محترم، خانم محترم، شما مثلا ماشین لباسشوییتون رو نگاه کردین ببینین کدوم شرکت تابلوهاش بزرگتر؟ میگه نه آقا من به تابلو چیکار داشتم، دوستم گفت، همسایه‌ام گفت، فامیلم گفت، آشنام گفت، اینا گفتن. پس آقای شرکت سازنده لباسشویی چرا این همه هزینه میکنه؟ 100 تا تابلو که هر کدوم حدود 80 میلیون تومان هزینه شه، یعنی 800 میلیون تومان در ماه، چرا این کارو میکنی؟ اگه قراره که بازخورد نداشته باشه، اگه قراره این 800 میلیون که خرج میکنه 3 تا 800 میلیون تو جیبش نیاره، قطعا این کارو نمیکنه. کارشناسان اقتصادی متعدد دارن، حسابی رو این زمینه کار میکنن، 2000 پولشون رو بیخودی خرج نمیکنن، پس کار میکنه. تابلوهای حیاط ما دونه دونه جمع شد، تابلوهای فروش کالاهای خارجی دونه دونه اومد. من اجازه میخوام راجع به این حیاط که فرمودید، واقعش الان یک مطلبی به ذهنم اومد، در یکی از کتابها خوندم، یکی از مراجع تقلید گذشته که خدا همشون رو، اونهایی که در خط ولای اهل بیت بودن، رحمت کنه انشالله، ایشون در خاطراتشون می‌نویسن، حالا من البته بعید العهدم، ولی خلاصه کلام اینه، ایشون میگه من نجف درس می‌خوندم، یک روز در دوران نوجوانی با یکی از دوستان رفتیم بغداد و اتفاقا کلیسایی بود، برنامه‌ای بود، با رفتیم ببینیم چه خبره. ایشون میگه که مسئول کلیسا یا اون کشیش کلیسا یک مرتب به من نگاه میکرد، حالا انگار که مثلا مشخصه یه چهره، یه حالا به هر حال غریبه یا نامعنوس، مثلا میگه وقتی که حالا اون جلسه تموم شد من رو صدا کرد، من رفتم جلو، خب طبیعتاً به زبان عربی به من گفت که شما چه کاره هستید، از کجا مثلا تشریف آوردید. میگه گفتم من واقعش مسلمانم، شیعه هستم و اتفاقاً سیدم هستم و از خلاصه نجف اومدم، اونجا درس طلبگی میخونم. میگه گفت یه مطلبی رو به شما بگم که از هیچ کشیشی نخواهی شنید. میگم من الان این تو که خوندم این تو ذهنمه.
ایشون میگن که خدا رحمتشون کنه، ایشون هم رحمت خدا رفتن، میگن که اون کشیش به من گفت پیغمبر شما خیلی آدم زرنگی بوده، حالا عبارتی که اون به کار برده، در صورتی که اینا جعل الهی. و اون این که میگه گفتم چی، یعنی زرنگیش مثلا چی بوده، گفت واقع مطلب شما یه امام حسین دارید که ما اگر امام حسین شما رو داشتیم سر هر چهار راه در تمام دنیا یک منبر میذاشتیم و به وسیله او مردم رو به مسیحیت دعوت میکردیم. ما یه صلیب داریم اینطوری کردیم، حالا وای که اگر حسین شما رو داشتیم. یک، دو، حضرت عیسی ما نسلی و ذریه‌ای نداشت، ولی از پیغمبر شما که به اصطلاح آقا سید الشهدا البته به عبارت بنده و آقای امام حسین نسلش بود، از او نسل با برکتی تا امروز وجود داره که تو میگی من سید هستم. این هم خودش یکی از توفیقات پیغمبر شماست که نسلش تا امروز وجود داره، نه فقط زنده ها، که عده زیادی از اینها که در به در شدن، حالا کشته شدن، شهید شدن و حالا به عبارت ما البته و در جاهای مختلف هستن، مردم میرن و به نزد اینها، نزدیک اینها به خدا تقرب میجوین. حالا پس بنابراین خود این مطلب چقدر مهمه که یه نفر مسیحی به قول معروف به این مطلب توجه میکنه که منبر امام حسین، نماد امام حسین، خودش هم تو که فرمودید کار میکنه و ای کاش ما سعی کنیم، تلاش کنیم تا اونجایی که میتونیم برگردیم به این مطلب. اگه سلام دوری تو این زمینه هم حالا سه مقدار هنوز وقت هست صحبت بفرم. من دقیقا دارم دقیقا همسوی با فرمایش شما و کاملا فرمایش شما، قطعه به قطعه فرمایش شما رو 100%، نه اینکه بخوام بگم 99%، 100% باش موافقم که ما، شما نگاه کنید تو مسجد با منارش در افتادن، چرا با ناقوس کلیسا کار ندارن؟ اگه قرار نماد دینی باشه هر دو نماد دینیه، خب ناقوس هم بردارین، مناره هم بردارین، ناقوس بماند مناره برود. تو تشکیلات امام حسین کدوم در واقع فرض کنید که وهابیت خبیث ملعونی که جعل استعماره با نوشتن کتاب‌های امام حسین مخالفه، یا با دسته‌های عزاداری، یا با پرچم سیاها، یا با علامت، یا با پرچم. ببینید هر آنچه که از امام حسین به چشم بیاد، بعد نقطه مقابلش چقدر به ما گفته شده که تو عزای ائمه علیهم السلام پیرهن سیاه بپوشی. این کار میکنه، این کار میکنه. به ما فرموده شده تو قدیر لباس نو بپوشید، این کار میکنه. یعنی شما اون روز قدیر وقتی میاد بیرون لباستون متفاوت از روزهای دیگه است. ببین امام علیه السلام هوشمندانه، هوشمندانه هر کسی که فقط لباس میپوشه میتونه مبلغ قدیر باشه. کافی لباس، مگه تو جزیره لختیا زندگی می‌کنی؟ بله، هر کسی که لباس می‌پوشه میتونه مبلغ قدیر باشه. پیغمبر فرمودن تا روز قیامت هر کسی به اصطلاح مبلغ باشه، حالا به زبان ما، و به دیگران برسونه، حداقل کارش میتونه این باشه. حداقلش هیچ کاری نتونه بکنه، شیک‌ترین لباس، همون لباسی که برای عروسی برادرش می‌خواد، دیگه این کاری که دیگه میشه کرد؟ یعنی پذیرفته نیست، رسول خدا نمیپذیره از کسی بگه من دست تنها بودم، یه دست صدا نداره. من اولا میگم یه دست صدا داره، قطعا و یقینا کوچکترین صداش هم اینه که لباس نو که میتونی بپوشی، آقا لباس تو بپوش ببین. بعد هر کی که شما رو هر روز میدید اون روز متفاوت میره، میگه با آقا چه خبر، مبارک ان شاءالله، میگه قدیره، عید قدیره. یا اگر یه روز شما با لباس مشکی رفتین بیرون، دو روز دیگه شهادت امام باقره. شما نگاه کنید همینجا مجاورین کربلا رو، یا هر کدوم از بیننده های عزیز تو خونهشون، تو محلهشون، تو هیئتشون، رفقاشون نگاه بکنن، چند درصد آدما برای شهادت امام باقر علیه السلام لباس سیاه میپوشن؟ یه وقتی بین شیعیان این فرهنگ بود، همه شیعیان برای شهادت امام باقر لباس مشکی میپوشیدن. ببین دونه دونه اینا داره میره، اینا خاکریز به خاکریز عقب نشینیایی که ما کردیم. بعد به جاش تو زندگیای ما پیرهنا میگیم، پیرهنای جوانامون چه اسمای عجیب غریبی روشه، چه شکلای عجیب غریبی روشه. خب عزیز دل، شما از یه جای عقب نشینی کردی، دشمن سنگر به سنگر فتح کرده اومده جلو، بعد حالا رسیده به اونجایی که دشمن داره روسری از سر دخترامون ور میداره. الان دنبال علت نگردیم ما، از اون روزی که بله، از اون روزی که من بی توجه شدم به این که شهادت امام باقره، رفتن بیرون، تازه یکی از رفقای هیئت دیدن لباس سیاه پوشیده، گفتم فلان لباس سیاه پوشیدی چی شده؟ مگه نمیدونی شهادت امام باقره؟ من اونجا باید بزنم پشت دست خودم که ای خاک بر سر من که من یادم رفت،
و بلافاصله هر جور شده برم پیرهن‌سیاه امام باقر به تن کنم. چرا؟ چون گام به گام که عقب نشستم، اول از همه پیراهن تن فرزند من تبدیل میشه به یک پیراهن دیگه، بعد روسری از سرش میره، بعد ظاهرش عوض میشه، بعد. بنابراین ایستادن در مقابل تظاهرات در قدیر، ایستادن رو خاکریز دینه. یعنی هیچ کس حق نداره اینو بگه که به جای اینکه خرج کنیم برای عزای امام حسین، بریم فقرا رو نجات بدیم. از خود اون فقیری که میخوایم بریم نجاتش بدیم، بگیم آقا تو جونت بیشتر دوست داری یا امام حسین؟ میگه امام حسین. همون کسی که میگیم جوانها جهیزیه ندارن، به جای خرج کردن تو مراسم امام حسین بریم شام، به جای شام دادن و نهار دادن و قیمه دادن که همان سیرن اینجا نخورن تو خونش، بریم یه جوانی که میخواد با هم دیگه ازدواج کنه، مخارج ازدواج، از همون جوان میپرسیم جوان زندگی تو بیشتر دوست داری یا امام حسین؟ میگه امام حسین. بنابراین خرج کردن در قدیر، خرج کردن در محرم، نیمه شعبان، فاطمیه، در واقع خاکریز مقدم دینه. هر یه چراغ که روشن میشه یه مشت خاک روی این خاکریز. و واقعا هر کدوم از ما تا به اون اندازه‌ای که میتوانیم باید، واجبه اگر میخواییم فردا بچه هامون سالم باشن، نسلمون، که یکی از مهمترین دعاها واقعا همیشه همینه که خدایا ما رو و بچه هامون رو و نسلمون رو به خودمون واگذار نکن، از اهل بیت جدا نکن. خب اینها میطلبه. امیرالمومنین میفرماید که فرزندان ما اونی میشن که ما هستیم، نه اونی که ما میخواییم. بله. دل بخواهی نیست، باید عمل کرد. اونی که ما هستیم میشن. بله. پس بنابراین برای قدیر، حداقل حالا قدیر رو در آینده داریم، عزیزانی که صدای ما رو میشنون سعی کنن هر کس به هر عنوان، خدا میدونه من در یکی از کشورها یه مدتی زندگی میکردم، کشور اسلامی بود، فراموش نمیکنم مسیحی ها چراغ نمیدونم روشن خاموش میذاشتن، هندوها برای بعضی از اعیادشون چراغ میذاشتن، تو همون کشور عده زیادی شیعه بود، ولی هیچ وقت شما نمیفهمیدی که آقا عید قدیره یا یک نمادی، آقا یک بروزی، ظهوری، یک مثلا روز عید قدیر هاد آدم تا اونقدری که میتونه تو خونه خود شیرینی بده، عیدی بده، همونطور که فرمودید لباس نو بپوشه، اون قدری که ممکنه کوچه خودش رو چراغ بذاره، نمیدونم پرچم خاصی بذاره، این نماد رو ظهور بدیم و بروز داشته باشه. اینکه دعای پیغمبر همطور که به مناسبت شما فرمودید، واقعا دعای پیغمبر چجوری شامل امثال من روسیاه میشه، منی که خودم میدونم چقدر گناهکارم، اون لطفی که اهل بیت باعث میشه که ما بتونیم بیایم و هنوز که هنوز به پابوس آقا سید الشهدا و قمر بنی هاشم، دعای پیغمبره. دعای پیغمبر فرمود اللهم خذل من خذله، کسی که علی رو یاری نکنه، خذلان بکنه، مورد نفرین پیامبر واقع میشه. طبیعتا اون کسی هم که یاری کنه، حالا اون قدری که میدونیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ممکنه یکی بتواند در شهری کاری کند، ممکنه یکی بتواند در کشوری، کسی در محله‌ای و در خانه خودش. خب دو دقیقه دیگه وقت داریم تا انتهای برنامه. خب من خدمتتون بگم، ما به مناسبت گفتگو میکردیم با یک عزیزی که خلبان بود، یه جمعی از خلبان ها جمع شده بودن به مناسبت قدیر گفتگو شد، شما میتونی کاری بکنید. خیلی زیباست اگر سرنشینان هواپیما از کاپیتان بشنون، از خلبان بشنون که عید قدیر بر شما مبارک باد. دوست ما میگفتش که ما به توصیه شما تو هواپیما این کارو کردیم، خیلی هم خوب شد. بعد من شب 23 ماه مبارک از فرانکفورت می اومدم به سمت تهران، گفت پیش خودم گفتم شب 23 من رو هوا، بعد این شب استغفار، شب قدر، این چه وضعیه؟ به ناگاه منتقل شدم به اون صحبت، گفتم خب هیچ کاری که نمیتونم کنم، اینجا که میتونم دعا بخونم. به سر مهماندار گفتم که شما ببینید مردم خوابن یا بیدارن، من میخوام این مطلب. اومد گفت تقریبا همه بیدارن. گفتم که مسافران محترم، امشب شب 23 ماه مبارک، تو فرهنگ شیعه امشب شب قدر، شب قدرم اینجوری، هر کی میخواد، من یه دعایی میخوام بخونم، هر کی دوست داره هدفونشو بذاره رو کانال 4، من رو کانال 4 این دعا رو میخونم. گفت مهماندار برای من گفت بیش از 80% مسافرها با لبهاشون تکرار میکرد، از حرکت لبهاشون معلوم بود. واقعا چقدر ببینید سباس. خب پس میشه ما هی عقب نشستیم، کار نکردیم، به عوضش متاسفانه دیگران اومدن. اگر همون هم کیش های شیعه ما تو اون شهر به مناسبت قدیر چراغ قدیر روشن میکردن،
ما انشالله فردا شب گفتگو رو اختصاصی پیش میگیم که هر کس چه کاری میتونه بکنه. امید خدا. خب واقعا یکی از کارهایی هم که میشه کرد، همونطور که فرمودید که من واقعا الان این رو یاد گرفتم، فرهنگ سازی. آدم تا اونجایی که میتواند فرهنگ سازی کند. ضمن اینکه عزیزان توجه داشته باشید، از ظاهر عنوان الباطن، همینطور که دشمن یواش یواش میاد خاکریزا رو به هر حال فتح میکنه، ظاهر رو وقتی تغییر داد طبیعتاً عقیده و باطن ما رو هم تغییر خواهد داد. وقت خاصی نداریم، فقط میتونیم خداحافظی بکنیم. انشاءالله تا فردا شب منتظر ما باشید. سر و پا برگردم، کفن و چادر و انگشتر سوغاتم چیست؟ بگذارید که با شرم و حیا سرم با نریزه ای مادر، وطن مادریان جاست چرا برگردم، وطن مادریان جاست چرا شفا میخواهد، با که گویم که دلم کرب و بلا میخواهد، از خدا آمدم تا به خدا برگردم، از چرا از سفر کرب و بلا چرا از سفر کرب و بلا برگردم، میروم پشت سرم آب نریزه ای مادر، وطن مادریان جاست چرا برگردم، وطن مادریان جاست چرا برگردم.